امروز وارد یکی دیگه از مباحث جالب فیزیک کوانتوم میشیم که مطمئنم ازش خوشتون میاد. نظریه میدان کوانتومی که از دید خیلی از فیزیکدان‌ها زیباترین نظریه فیزیکه. جواب خیلی از سوالات بنیادی ما توی همین نظریه پیدا میشه. اینکه ذراتی مثل الکترون و کوارک ذاتشون دقیقاً چیه؟ چطور ایجاد میشن؟ چطور نابود میشن؟ نیروهای بنیادی چجوری بین ذرات ماده منتقل میشن؟ پس بریم به دنیای عجیب و غیر قابل پیش بینی کوانتوم تا ببینیم جهان هستی توی ریزترین سطوح چطور کار میکنه. این برنامه با حمایت مالی فیوتک ساخته شده، شرکتی که تخصص اصلیش طراحی و تولید انواع سنسورها یا حسگرهای پیشرفته است. محصولات فیوتک توی پروژه‌های زیادی از سراسر دنیا استفاده میشن، از جمله پروژه‌های بزرگ ناسا. برای اطلاعات کاملتر پیشنهاد میکنم به سایت یا لینکدین فیوتک مراجعه کنید که لینک هر دوشون تو بخش توضیحات ویدیو هست. تو یکی از ویدیوهای قبلی به نام ذره خدا در مورد نظریه مدل استاندارد فیزیک ذرات صحبت کردم. خلاصش اینه که فیزیکدان‌ها تمام ذرات بنیادی رو توی یه جدول شبیه جدول مندلیف قرار دادن و ویژگی‌های هر کدومشون رو مشخص کردن. این ذره‌ها به دو تا دسته کلی تقسیم میشن: فرمیون‌ها، بوزون‌ها. فرمیون‌ها ذرات سازنده ماده هستن، مثل کوارک‌ها و الکترون‌ها. بوزون‌ها ذرات انتقال دهنده نیروهای بنیادی‌اند. مثلا گلوئون نیروی هسته‌ای قوی رو حمل می‌کنه، یا فوتون مخصوص حمل نیروی الکترومغناطیسیه. اما ذات همه این ذرات چیه؟ جواب این سوال رو نظریه میدان کوانتومی به ما میده. تو این نظریه تک تک ذرات بنیادی برای خودشون یه میدان مخصوص دارن که توی کل جهان هستی گسترده شده و هر نقطهش یه مقدار مشخصی انرژی داره. نکته مهم اینه که این میدان‌ها سه‌بعدی‌ان، ولی ما اینجا برای اینکه راحت‌تر درکشون کنیم یه بعدش رو کم می‌کنیم. به صورت چند تا صفحه نشونشون میدیم که هر صفحه مربوط به میدان یکی از ذره هاست. مثلا هر الکترون در واقع یه جور برانگیختگی داخل یه بخشی از میدان الکترونه. منظور از برانگیختگی یعنی انرژی این میدان توی نقطه مشخص از حالت تعادل خارج بشه. مثل اینکه یه سنگ بندازیم داخل یه برکه آروم. اگه مقدار این انرژی تقریباً 0.51 مگا الکترون ولت باشه، اون وقت ما یه ذره الکترون داریم. اگه دو برابر این مقدار انرژی رو داشته باشیم، دو تا الکترون داریم. سه برابر، سه تا الکترون. یعنی انرژی این میدان کوانتیزه یا کوانتیده است. برای همین نمیتونیم مثلا 1.5 الکترون داشته باشیم. فقط مضرب‌های صحیحش امکان پذیره. و اینکه برانگیختگی توی جهت خود ذره رو تولید میکنه، تو جهت مخالف پاد ذره‌اش. در مورد بقیه ذرات بنیادی هم همینه. مثلا اگه توی قسمتی از میدان کوارک بالا 2.3 مگا الکترون ولت انرژی وجود داشته باشه، یه کوارک بالا ایجاد میشه. اگه مقدار این انرژی دو برابر بشه، دو تا کوارک بالا داریم. پس خلاصش این شد که هر ذره بنیادی چیزی نیست جز یه برانگیختگی توی مقدار انرژی میدان همون ذره، که این برانگیختگی یا ذره میتونه آزادانه تو فضا حرکت کنه. و اینکه میدان‌ها رو به جای حالت سه‌بعدی روی یه صفحه دوبعدی نشون میدیم تا این برانگیختگی‌ها رو راحت‌تر بفهمیم. اگه با درک مفهوم میدان مشکل دارید، شاید این مثال کمکتون کنه. فضای داخل یه اتاق رو در نظر بگیرید که با مولکولای هوا پر شده. میدونیم که صدا در واقع تغییر چگالی مولکولای هواست. پس اینجا یه میدان چگالی هوا داریم که تو کل فضای اتاق گسترده شده. میدان چیزی نیست جز یه ویژگی که تو هر نقطه از فضا مقدار مشخصی داره. دقیقا همون چیزی که در مورد میدانهای مربوط به ذرات بنیادی مختلف دیدیم. اما قضیه اینجا تموم نمیشه. یه چیز عجیب دیگه هم داریم به نام ذرات مجازی. موضوع پیچیده و بزرگیه، اما سعی میکنم تا حد امکان کوتاه و ساده توضیحش بدم. خب دیدیم که اون نوسانها یا برانگیختگی هایی که مقدار انرژی مشخصی داشته باشن ذرات واقعی رو میسازن، مثل کوارک و الکترون.
اما بیشتر وقتا نوسان‌هایی تو میدان‌ها ایجاد میشه که خیلی زود از بین میرن. به این برانگیختگی‌های زودگذر میگن ذرات مجازی. شبیه سطح آب دریا که پر از تلاطمه، میدان‌های مختلف هم دچار تلاطم و آشفتگی دائمی‌اند که همین آشفتگی‌ها رو ما به عنوان ذرات مجازی می‌شناسیم. سیستمشون اینجوریه که به صورت جفت‌های ذره پاد ذره ظاهر میشن. مثلا توی میدان الکترون یه الکترون مجازی همراه با یه پاد الکترون مجازی ظاهر میشه که بلافاصله همدیگر رو خنسا میکنن و نابود میشن. اما تکلیف قانون پایستگی ماده و انرژی چی میشه؟ چون منطقی نیست که این ذرات از هیچ به وجود بیان. اینم بحث بزرگیه، اما خلاصش اینه که ذرات مجازی از خلأ انرژی قرض میگیرن، ظاهر میشن، بعدش که نابود میشن دوباره همون انرژی رو پس میدن به خلأ. حالا میرسیم به قسمت جالب این نظریه، یعنی تبدیل ذرات به هم دیگه. برای درکش از یه مثال استفاده می کنم. واپاشی بتا یکی از رایج‌ترین واکنش‌های هسته‌ایه که باعث میشه یه عنصر تبدیل بشه به یه عنصر دیگه. مثلا اتم کربن تبدیل بشه به اتم نیتروژن. این واپاشی به این صورته که کوارک پایین داخل یکی از نوترون‌ها تبدیل میشه به کوارک بالا. در نتیجه این نوترون تبدیل میشه به پروتون. همزمان یه دونه الکترون و یه دونه آنتی نوترینو هم منتشر میکنه. اینجا یه سوال مهم پیش میاد. همونطور که گفتم هر ذره بنیادی میدان خودشو داره، یا در واقع هر ذره چیزی نیست جز برانگیختگی یه نقطه از میدان خودش. پس چطور ممکنه کوارک پایین که توی میدان جداست تبدیل بشه به کوارک بالا و الکترون و آنتی نوترینو که توی سه تا میدان جدا هستن؟ اتفاقی که میفته اینه که انرژی میتونه از طریق یه میدان بوزون بین میدانهای دیگه منتقل بشه. دو تا میدان بوزون W و بوزون Z داریم که ذراتشون نیروی هسته‌ای ضعیف رو منتقل میکنن. یه میدان گلوون داریم که ذراتش نیروی هسته‌ای قوی رو حمل میکنن. یه دونه هم میدان الکترومغناطیسی که ذراتش، یعنی همون فوتون‌ها، نیروی الکترومغناطیسی رو انتقال میدن. در مورد مثال واپاشی بتا، بوزون W انتقال انرژی رو انجام میده. یعنی انرژی از میدان کوارک پایین منتقل میشه به میدان بوزون W، بعدش منتقل میشه به میدانهای کوارک بالا و الکترون و آنتی نوترینو. اینجوری یه ذره تبدیل میشه به سه تا ذره دیگه، اونم فقط از طریق انتقال انرژی بین میدانهای مختلف. قانون پایستگی ماده یا انرژی هم نقض نشده، چون مجموع جرم و انرژی کوارک پایین برابر با مجموع جرم و انرژی اون سه تا ذره جدیدی که ایجاد شدن. به این نکته هم توجه داشته باشید که توی حالت واقعی سه‌بعدی اینطور نیست که میدان‌ها جدا باشن و یه فاصله ای از همدیگه داشته باشن. همشون با هم توی یه فضا قرار گرفتن و تو دل همدیگه هستن. پس می‌بینید که این نظریه واقعیت‌های دنیای ما رو توی ریزترین سطوحش خیلی دقیق و قشنگ توصیف می‌کنه. البته اینم بگم که برای تمام اینا آزمایش‌های محکمی انجام شده و روابط ریاضی درست و حسابی هم وجود داره. با یه موضوع کاملاً علمی طرفیم. هرچند قسمت‌های زیادی ازش باقی مونده که هنوز کشف نکردیم. یه مثال دیگه هم می‌زنم تا بهتر توی ذهنمون بشینه. کوارکایی که پروتون‌ها و نوترون‌ها رو می‌سازن با نیروی هسته‌ای قوی به هم می‌چسبن. این نیرو توسط ذرات گلوون حمل میشه که برانگیختگی‌های میدان گلوون هستن. پس این میدان گلوون واسطه انتقال انرژی بین میدان‌های کوارک هاست. در کل ذرات مختلف ماده نمیتونن خودشون به طور مستقیم با همدیگه تعامل داشته باشن و به هم انرژی بدن. این کار باید با وساطت یه میدان بوزون انجام بشه. اما از بین تمام میدان‌های مربوط به بوزون‌ها یکیشون از بقیه جالب تره. میدان هیگز یا میدان بوزون هیگز که ذراتش معروفن به ذره خدا. این میدان همون چیزیه که باعث میشه بعضی از ذرات بنیادی جرم داشته باشن، بعضیاشون نداشته باشن. حتما میدونید که توی فیزیک جرم و وزن دو تا چیز کاملا متفاوتن.
زمانی که شما رو سطح زمین ایستادید، نیروی گرانش زمین به بدن شما یه شتابی میده به اندازه 9.8 متر بر مجذور ثانیه که وقتی این شتاب رو ضرب کنیم در جرم بدن شما بر حسب کیلوگرم، نیروی به دست میاد که بهش میگن وزن. وقتی شما تو فضا معلق باشی، دیگه خبری از گرانش زمین نیست، پس خبری از نیروی وزن هم نیست. با این حال جرم بدن شما همچنان همونیه که روی زمین بود. این جرم دقیقاً از کجا داره میاد؟ جواب ساده اینه که بگیم تک تک اتم‌ها جرم دارن. خب جرم اتم‌ها از کجا میاد؟ از دو تا منبع مختلف. یه بخشیش از جرم ذرات سازنده اتم میاد، یعنی الکترون‌ها و کوارک‌ها. یه بخشیش هم از نیروی هسته‌ای قوی که کوارک‌ها رو به هم میچسبونه و پروتون‌ها و نوترون‌ها رو ایجاد می‌کنه. جالب اینجاست که فقط 1% جرم ذرات اتمه. 99% جرم هر اتم مربوط میشه به همین نیروی هسته‌ای قوی. یعنی در واقع انرژی این نیرو با جرم کوارک‌ها و الکترون‌ها جمع میشه و نتیجه‌اش میشه جرم کل اتم. خب باز یه سوال دیگه پیش میاد. اون 1% جرم مربوط به خود الکترون ها و کوارک ها از کجا سرچشمه میگیره؟ جرم و انرژی با هم معادلن. پس باید ببینیم چه عاملی به این ذرات زیر اتمی انرژی میده و باعث میشه جرم مشخصی داشته باشن. جوابش میدان هیگزه. این میدان هم مثل بقیه میدان هایی که در موردشون صحبت کردم توی کل جهان هستی گسترده شده. دلیل جرم داشتن یه ذره مثل الکترون اینه که با این میدان هیگز برهم کنش یا تعامل داره. میدان هیگز روی الکترون اثر میذاره. اگه این تعامل وجود نداشت، الکترون هم مثل فوتون بدون جرم بود. انرژی داشت اما نه به شکل جرم، به شکل تکانه. اینجوری میتونست مثل فوتون با سرعت نور حرکت کنه. هر میدانی که ذراتش یا در واقع برانگیختگی‌هاش بیشتر با میدان هیگز تعامل داشته باشن، جرم بیشتری دارن. پس با اینکه میدان هیگز فقط مسئول جرم 1% از جهان هستیه، اما همین 1% هم اگه وجود نداشت، دنیای ما کاملاً از هم می‌پاشید. چون وجود اتم‌ها به این جرم وابسته است. آخرین نکته که میخوام در موردش صحبت کنم اینه که این نظریه میدان کوانتومی هم با وجود قدرتی که داره هنوز کامل نیست. دلیلش بازم برمیگرده به گرانش رام نشدنی. تو ویدیوی ذره خدا گفتم که دانشمندا دنبال یه ذره فرضی میگردن به نام گراویتون که باید مسئول حمل نیروی گرانش باشه. الان کسی نمیدونه که واقعاً چنین ذره‌ای وجود داره یا نه. اما اگه وجود داشته باشه، باید مثل بقیه ذرات بنیادی یه میدان به نام میدان گراویتون هم داشته باشیم که ذرات گراویتون از برانگیختگی این میدان ایجاد میشن. فعلاً چاره‌ای نداریم جز اینکه منتظر باشیم ببینیم گرانش هم وارد نظریه میدان کوانتومی میشه یا نه. خب الان تا حدودی با کلیات نظریه میدان کوانتومی آشنا شدیم. اما وقتی عمیق‌تر بهش نگاه می‌کنیم، یه نکته خیلی جالبی داره که باعث شده یکی از زیباترین نظریه‌های فیزیک باشه. اینکه کل جهان هستی و تمام چیزهایی که داخلشه همشون به هم متصلن. ما یه میدان الکترون داریم که کل الکترون‌های جهان از نوسان همین میدان ایجاد شدن. یه میدان کوارک بالا، کوارک پایین، الکترومغناطیس که همه چیز داخل همین چند تا میدان ساخته شده. تمام کهکشان‌ها، ستاره‌ها و سیارات، کل موجودات زنده از جمله خود ما همه به هم وصلیم. از طریق همین میدان‌های مشترک هممون فقط یه سری برانگیختگی تو این میدان‌ها هستیم. جالب‌تر این که یه بخشی از همین برانگیختگی‌ها، یعنی ما، تونسته خودش رو کشف کنه و به خودش فکر کنه. هرچی جلوتر میریم داره عجیبتر میشه. اینطور نیست؟